روش های ساده سلک کردن در فتوشاپ پارت 3. درود دوستان، من نیلوفر هستم و از کانال نیهان آرت استودیو همقدم با شما. توی دو ویدیوی گذشته در رابطه با خانواده ابزارهای مارکی تول و لسو تول صحبت کردم. توی این ویدیو میخوام برم سراغ ابزارهای کویک سلکشن. همونجوری که از اسمش پیداست، ابزارهای کویک سلکشن به شما یه سلکت خیلی سریع در حد چند ثانیه به شما میدن و برای شما ایجاد میکنن، اما در 95% این مواقع این سلکت دقیق نیست، از دقت پایینی برخورداره و حتما شما با استفاده از ابزارهایی که تو دوتا ویدیوی قبلی آموزشش رو بهتون دادم که مارکی تول ها و لسو تول ها هستن، باید سلکتتون رو اصلاح یا ریفاین بکنید. بریم وارد نرم افزار بشیم ببینیم داستان چی. خب دوستان، من از ابزارهای کویک سلکشن شروع میکنم که سه تا زیر منو داره. کویک سلکشن تولز هست، آبجکت سلکشن تول هست، کویک سلکشن تول هست و ماجیک واند تول. من از سومی میخوام این ویدیو رو شروع بکنم. ابزار ماجیک واند رو انتخاب میکنم و میام روی بخشی از این تصویر یک کلیک میکنم. خب همونجوری که میبینید یه نواحی رو برای من انتخاب کرد. حالا اگر بخوام در کل بگم که الگوریتم این ابزار چجوریه و بر چه اساس سلکت رو انتخاب میکنه، باید دوباره اشاره بکنم به ویدیوی کالر مود ها که در رابطه با مود گری اسکیل کاملا صحبت کردم. ببینید، من اگر روی این تصویر زوم بکنم تا حدی که به پیکسل ها برسم، ببینید هر یک دونه از این مربع ها یک پیکسل هست و در عکس های رنگی هر عکسی یک معادل خاکستری، هر پیکسلی یک معادل خاکستری توی مود گری اسکیل براش تعریف شده از 0 تا 255، یعنی در واقع 256 تا خاکستری برای هر پیکسل رنگی به معادلش تعریف شده. حالا من اگر که روی یکی از این پیکسل ها کلیک بکنم و زوم اوت کنم، ببینید این بازی یه نواحی رو برای من انتخاب کرد. حالا معیار انتخابش چیه؟ اینجا ما یه آپشن داریم به اسم تولرنس، یا اگر خیلی بخوایم فارسی تلفظش کنیم تولرانس. این پیشفرض روی عدد 32 تعریف شده. در واقع داره میگه که من هر جایی رو که کلیک کردم، هر پیکسلی رو که کلیک کردم 32 درجه روشن‌تر و 32 درجه تیره‌ترش رو برای من شناسایی کن و انتخاب کنم. اونجوری که میبینید یه قسمت‌هایی از کوه هم تو این سلکت اومده، حتی اینجاها رو هم جز آبی شناخته، یعنی جایی که من کلیک کردم تا 32 درجه روشن‌تر از اون آبی، اینجا هم پیکسلش وجود داره که انتخابش کرده. حالا اگر این تولرانس رو کم بکنم، مثلا به عدد 10 برسونم و دوباره یک کلیک بکنم، میبینید که ناحیه انتخاب شده کمتر شد. این سری داره میگه 10 درجه تیره تر و 10 درجه روشن تر از اون پیکسل رو بر من شناسایی کن. من میام روی این مثال، ببینید اینجا من اگر تولرانس رو مثلا روی 20 تعریف بکنم و روی این آسمون یک کلیک بکنم، به یه همچین سلکتی میرسم. اما اگر تولرانس رو باز یه کمی بالا ببرم، میبینید که داره ریزالت بهتری رو به من میده. به طور مثال من اگر این آسمون و غروب رو بخوام ببرم از این عکس و ببرم توی یک طرح دیگه استفاده بکنم، میتونه نسبتا سلکت سریع تری به ما بده. اصولا ابزارهای کویک سلکشن در مواقعی که کنتراست زیاده و یا اج ها مشخصن، مثل یک عکس از یه شیعی که شی فوکوسه و بک‌گراندش فلوه،
توی این مواقع میتونن عملکرد نسبتا خوبی به ما بدن، منتها این دلیل بر عالی بودنشون نیست. ما حتما به اصلاحات نیاز داریم. به طور مثال من دوباره میتونم بیام از ابزار مارکی تول استفاده بکنم و بهش بگم که این نواحی رو به طور مثال سلکت من کم کن، من اینجاها رو نیاز ندارم. و همونجوری که تو ویدیو قبل هم گفتم، لطفاً موقعی که دارید عمل سلکت رو انجام میدید از زوم بالا استفاده بکنید. من صرفاً الان فقط میخوام کاربرد این ابزار رو بهتون نشون بدم. ببینید من تونستم نسبتاً به یه سلکتی از آسمون این عکس برسم. میبینید با استفاده ترکیبی از ابزارهای سلکت که این ستا هستن، نسبتاً تونستم به یک سلکت خوب برسم. من حالا اگه اینجا کنترل C و کنترل V رو بزنم، میبینید که آسمون رو برای من جدا کرد. تا حدی قابل قبول، کاملا نه، ولی نیاز هستش که یه سری ابزارهای دیگر رو برای سلکت دقیق تر شما آموزش ببینید که در جلوتر بهش میرسیم. من این عدد رو برمیگردونم روی 10 و اینجا ما یه آپشن سمپل سایز داریم که 3x3، 5x5، 11x11، همینجوری چند تا پریست برای شما تعریف کرده. این چی میگه؟ میگه که جایی رو که من انتخاب میکنم واسه کلیک، یک مربع 3 پیکسل در 3 پیکسل بر من در نظر بگیر و بر اساس این مربع 10 درجه روشن‌تر و 10 درجه تیره‌تر رو انتخاب بکن. ببینید من الان اگر بیام روی 5x5 میبینید که ریزالت بزرگتر شد، چون پیکسل‌های بزرگتر، ناحیه بزرگتری رو برای سمپل کردن انتخاب کرد. دوستان در رابطه با گزینه آنتی ایلیاس توی پارت یک ابزارهای سلکت که ویدیوی مارکی تول ها بود به صورت کامل توضیح دادم. اگر نمیدونید این آپشن چی کار میکنه حتما اون ویدیو رو ببینید. اما اگه به صورت خلاصه بخوام بهش اشاره کنم، این گزینه وقتی فعال میشه شما در سلکت هایی که مثل همین ناحیه که دارای کرو و شکست هست سلکت نرمتری رو تجربه میکنید. ولی اگر دقیقا نمیدونید که کارایش چیه، پیشنهاد میکنم حتما ویدیو پارت یک رو ببینید. گزینه بعدی که اینجا داریم کانتیگوس هستش. حالا این چیکار میکنه؟ من ترجمه میدم روی مثال دیگه اینو براتون توضیح بدم. ببینید اگر تیک کانتیگوس فعال باشه و من روی این بک‌گراند سفید یک کلیک بکنم، ببینید چه اتفاقی میفته. کاملا مرزها رو شناسایی میکنه و برای من وارد اینجا ما پیکسل های مشابه زمینه رو به هر حال داریم دیگه، وارد کفش نمیشه. در واقع داره اج رو شناسایی میکنه و پیکسل های همجوار مشابه رو قبل از اینکه به اج برخورد بکنه برای من میشناسه. ببینید من الان اگر کانتیگوس رو خاموش کنم و سلکت بکنم، این سری وارد کفش شد سلکشنم. نواحی از کفش رو هم داره برای من انتخاب میکنه که این باز در بعضی مثال ها میتونه خطای نرم افزار رو باز کمتر بکنه. ببینید به هیچ عنوان الان وارد کفش دیگه نمیشه. ابزار بعدی که توی این خانواده کویک سلکشن ها میخوام بهتون معرفی کنم، در واقع همین ابزار کویک سلکشن هست. مگر این رو انتخاب بکنم، دوستان میبینید که شکل کرسر موس من نسبت به بقیه ابزارهای سلکت متفاوت شد. میبینید و شکل براش رو پیدا کرد. این ابزار در واقع براش بیسه. از دو ویدیوی دیگه که من وارد توضیح براش ها بشم کاملا درک میکنید که منظورم چی هست. اما تا الان هم تا همینجا بدونید که این ابزار یک کوچولو عمل کردش با ابزارهای دیگه متفاوته و براش بیس هست. حالا چی کار میکنه؟ من بیام روی مثلا این مثال
ببینید با براکت های باز و بسته که روی کیبورد هست که میشه دکمه های چ و ج و از این آپشن این سایز قابل تغییر هست. فعلا به هاردنس و باقی موارد کاری نداشته باشید تا به درس براش ها من برسم و اونجا کاملا این دو مفهوم رو توضیح میدم. سایزش رو از اینجا و با زدن براکت باز و بسته میتونید عوض بکنید. حالا ببینید من اگر اینجا قرار بگیرم و یک کلیک بکنم یه کوچولو هوشمندتر عمل میکنه. اینجا دیگه خبری از کانتیگوس یا آنتی الیاز و اینا نیست. یه کوچولو اج ها رو خودش هوشمندتر میشناسه. من اگر کلیک بکنم و کلیکم رو درگ بکنم میبینید که داره سلک رو برای من خوب انجام میده نسبتاً. اینجا اون آپشن های Subtract from Selection و Add to Selection و New Selection رو هم مثل باقی ابزارهای قبلی داریم. اینا هم همون کارهایی رو انجام میدن. یه گزینه دیگه اینجا هست تحت عنوان Select Subject که اگر این رو هم بزنید یعنی یه کوچولو هوشمندتر میشناسید. البته نگاه کنید باز الان در قسمت پاشنه کفش هم دوچار خطا شد. من باید برم ابزار پولیگونال رو بردارم، Subtract from Selection رو بزنم و خطای نرم افزار رو جبران بکنم. یا به طور مثال اینجا رو هم خطا داده، هنوز سوژه رو کامل نشناخته. حالا من اینجا Subtract to Selection بودم، بعد Add to Selection رو بزنم یا کلید Shift رو نگه دارم که Add to Selection فعال بشه و اینجا رو هم اصلاح کنم. ببینید به این صورت عکس رو بر من سلک کرد. حالا تو این عکس نسبتاً اجها مشخصه و عملکرد قابل قبولی رو این ابزار برای ما اینجا داشت، اما تو خیلی از جاهای دیگه مثلا من یک مثال دیگه بزنم مثل این عکس. ببینید من اگر شروع کنم به سلک کردن میبینید که خطای این نرم افزار کف نیست، کاملا دیوار رو هم باهاش شناسایی کرد. یا اگر من بخوام پایه های موب رو به این سلکت اضافه بکنم خیلی، حتی اگر اینجا رو کوچیک، چرا براش رو اگر کوچیک تر کردم یه کوچولو بهتر عمل کرد، اما باز هم عملکرد چندان دقیقی نداره. یا اگر بخوام این مثال بهتر بزنم میام روی این عکس. فکر کنین که ما میخوایم این نیمکت یا این صندلی ها رو اینجا سلکت بکنیم. مگر از ابزار کویک سلکشن استفاده بکنم و یک سلکتی رو تعریف بکنم میبینید که پر خطاست. اولا دسته ها رو اصلا خوب شناسایی نکرده، بعد این مثلث ها همشون باید از سلکت خارج بشن و شما باید با کمک ابزارهای دیگه، مثلا به طور مثال من یه مثال بزنم، اینجاها رو از ناحیه سلکت خارج بکنید تا بتونید به یک سلکت تمیز برسید. پس در خیلی وقت ها این ابزارهای کویک سلکشن ریزالت چندان دقیق یا جالبی ندارن. اگر بخوام که به سومین و آخرین ابزار کویک سلکشن برسم که آبجکت سلکشن تول هست، من بیام روی یک مثال دیگه، به طور مثال روی این مثال. دوستان این ابزار یه کوچولو عملکردش متفاوته. ابزار Object Selection Tool در واقع از هوش مصنوعی فتوشاپ در ورژن های جدیدتر کمک میگیره و سعی میکنه سابجکت رو شناسایی بکنه. چجوری؟ اینجوری که ببینید ما اینجا دوتا مود داریم که رکتنگل و لسو هست. من اگر لسو رو انتخاب بکنم و دور سوژه با ابزار لسو تول که قبلا راجبش صحبت کردم در خانواده لسو که ویدیو پارت 2 سلکت هست، و بهش اجازه بدم که
شیپ رو شناسایی بکنه. دوستان چون این ابزار داره از هوش مصنوعی فتوشاپ کمک میگیره، ابزار سنگینی هست. اگر سلکت انجام دادید و سیستمتون لگ زد، تعجب نکنید، طبیعیه. بستگی به سخت افزاری که دارید، حالا سرعت نرم افزار متفاوته، بستگی به سیستمتون داره، اما لگ رو توی این ابزار تقریبا همیشه خواهید داشت. ببینید، باز نسبتا قابل قبوله به نظر من سلکتش. من این لایر خاموش بکنم. ببینید الان زیر کفش رو ریزالت خوبی به من نداده، یا مثلا اینجا در قسمت بند کفش هم همچین عمل کرده خوبی نداشته. ببینید که در حتی هوشمندترین ابزارهای این خانواده هم بعضن دچار خطا میشن. یا اگر من بیام سراغ یک مثال دیگه، به طور مثال ببینیم، اگر بیام روی سوژه وایسم، چون داره از سوژه مصنوع استفاده میکنه، خودش هم اجها و مرزهای سابجکت رو برای من تشخیص میده. من اگه اینجا یک کلیک بکنم، باز هم عمل سلکت رو برای من انجام میده. حالا اینجا عمل کردش از دفعه قبلی خیلی بهتر و تمیزتره، اما توی شیپ هایی که پیچیده تر هستن، مثل مثلا عکس این ماشین به طور مثال، ببینید من الان اگر که بخوام که بر من این کار بکنه، یا از ابزار رکتنگلش استفاده بکنم و یه مستطیل دور این ماشین بکشم، بگم سوژم این رو بر من انتخاب بکن، من کنترل سی کنترل وی میزنم و زیر این رو یه سولید کالر سفید مثلا تعریف میکنم که مشخص باشه. زوم کنیم ببینیم. ببینید چرخ ها اصلا سلکت تمیزی ندارن. ببینید، یا به طور مثال چراغ ماشین همینطور، سقف ماشین همینطور. به خاطر این هستش که من میگم که وقتی سپر ماشین همینطور، ما وقتی که داریم از ابزارهای کویک سلکشن استفاده میکنیم، ریفاین کردن سلکت رو حتما با کمک ابزارهای دیگه احتیاج داریم. دوستان گزینه های اتو سلکشن و این آپشن ها که تو ویدیوهای قبلی هم بود اینجا مشترکه. با بقیه ابزارهاش فعلا کاری نداریم تا ویدیوهای جلوتر من راجع به سلکت اند ماسک کاملا توضیح میدم بهتون. خب دوستان، این هم از ابزارهای کویک سلکشن. همونجوری که دیدین و اول ویدیو گفتم، شاید که در مدت زمان خیلی کوتاهی ما رو به سلکت برسونه، اما سلکت ها غالبا دچار خطا هستن و حتما نیاز به ریفاین شدن و اصلاح شدن دارن، که حالا بسته به سلیقه کاری شماست که از این ابزارها استفاده بکنید و بعد ریفاین بکنید، یا از اول با یه ابزاری که کنترل بیشتری داره مثل پولیگونال لسو تول سلکتتون رو شروع بکنید و تمام بکنید. کاملا بستگی به شما و نحوه عملکردتون داره. این تایپ و سلیقه شخصی شماست که خودتون باید بهش برسید. اما من شخصا پیشنهاد میکنم که به غیر از استثناهایی که با تجربه زیاد میتونید تشخیص بدید که کویک سلکشن میتونه ریزالت خوبی داشته باشه، غالبا برید سراغ ابزارهایی که کنترل بیشتری روشون دارید و دستتون برای دقت و تمیزکاری بیشتر بازه. خب دوستان، ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. ما رو لایک کنید، سابسکرایب بکنید. اگر دوستانتون علاقه من به یادگیری فتوشاپ و بقیه نرم افزارهای ادوبی هستن، ما رو بهشون پیشنهاد بکنید. بعد از دوره فتوشاپ ما نرم افزارهای بعدی رو هم شروع میکنیم به فیلمبرداری و ویدیوش رو براتون حتما میذاریم. اگر انتقادی یا پیشنهادی دارید حتما توی کامنت برای ما بنویسید. در صورت امکان حتما مد نظر قرار میدیم. تمرین یادتون نره، از دیسکریپشن دانلود بکنید، تمرین بکنید، و اگر نیاز به سوال یا رفع اشکال دارید و اگر میخواید فیدبک عمل کردیتون رو بگیرید، حتما برای ما بفرستید. پل‌های ارتباطی ما توی دیسکریپشن هست، حتما میبینیم
بررسی میکنیم و بهتون فیدبک میدیم. مرسی که تا اینجا باز همراه من بودین. فعلا خدافظ.